سلام و وقتتان بخیر به برنامه آغاز روز خوش آمدید. من زهرا صدیقی با شما هستم. افزایش فقر در کشور، مردم نگرانند که میزان فقر زیر سایه کرونا بیشتر شده است. بعد از یک گزارش دوباره برمیگردیم. مرکز تحقیقات اقتصادی البیرونی گزارش در مورد وضعیت اقتصادی کشور را با رسانه ها شریک می سازد. آنان می گوید که در سال روان رشد اقتصادی کشور 8.2% بوده و در بخش زراعت مثبت 2.6 بوده است. به گفته مسئولان در این نهاد صادرات کشور در سال گذشته 183 میلیون دلار بوده و امسال 32.7 میلیون دلار کاهش یافته است. دیزاین از این برنامه، ساختار از این برنامه با وضعیت فعلی کمک رسانی و شیوه های جدید که میتونست مؤثرتر واقع شود و شفافیت به وجود بیاره همخوانی ندارد. دیزاین برنامه یک دیزاین کلاسیک و بسیار قدیمی است. یعنی حدود 4.8 میلیون نفر تا ختم امسال یا از بیکاری یا از مشغولیت ناقص رنج خواهد بردن و این نشان دهنده افزایش تقریبا 1.5 میلیون نفر در مقایسه با سطح بیکاری و مشغولیت ناقص در سال 1395، یعنی 4 سال قبل است. وزارت مالیه میگوید که پول برنامه دسترخان ملی را که 280 میلیون دلار است از سوی بانک جهانی تمویل می شود و برای شفافیت در این برنامه راهکار وجود دارد. دغه برنامه د نړیوال همکارانو لخوا تمویلیږي. د نړیوال بانک د بودیجې د تمویل مدیریت کوي. تقریبا 280 میلیونه ډالر مصرف لري چې 240 میلیونه به یې په خپله برنامه باندې لګیږي. آگاهان اقتصادی نیز از حکومت می خواهند تا در تطبیق برنامه دسترخان ملی توجه بیشتر کند. در غیر آن به مانند گندم و نان خشک از آن سوء استفاده خواهد شد. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای سیام پسرلی، آگاه امور اقتصادی. آقای پسرلی سلام، وقت شما بخیر. نظر شما را هم در رابطه به این موضوع می داشته باشیم، این که مرکز تحقیقاتی البیرونی گفته که فقر در کشور در سال 81% افزایش یافته، که چقدر میتونه که نگران کننده باشد؟ اما بندان عزیز صبح شما بخیر. ما گزارش شنیدم، گزارش به اساس حقایق فعلی استوار هست. چیزایی را که برملا کردم به اساس حقایق جامعه ما هست. بدبختانه بگم رئیس جمهور خود گفته بود که فقر به 90% رسیده است، که جای شرم است. ما هر چیز داریم در افغانستان، امکانات داریم، آب داریم، زمین داریم، خاک داریم، نفوذ داریم، منابع داخلی داریم. با وجود این همه باز هم میبینیم که فقر 90% بالا رفته، وضعیت اقتصادی مردم خیلی خراب شده و روز به روز بدتر شده میره. از طرف حکومت هم پلان های مشخص وجود نداره. بعض کمک ها که از طرف جامعه جهانی، بعض ارگان های خارجی صورت میگیره، کمک ها هم بسیار بالمقتم باشه، دائمی نیست و ما باید دیگه به کمک نیاز داشته باشیم، چون از هم منابع داخلی داریم، از او باید ما استفاده کنیم. بدبختانه حکومت ما به نام خیراتخور در تمام جای معرفی شده و جامعه بین المللی هم هر سال، 2 سال بعد، 3 سال بعد یا 5 سال بعد نشست میگیرن، در مورد افغانستان فکر میکنن که مردم افغانستان غریب هستن، بیچاره هستن، فقیر و حقیر هستن، چطور باید که این مردم همکاری کنیم، کمک کنیم. ما همیشه با خیرات همه قسم آموخته شدیم. حکومت ما هم قسم خیرات خور آموخته شده، ملت برام خیرات خور آموخته کرده و ارگان های مختلف دیگری که اینجا هم هستن با می اساس فعالیت دارن و دو بخش باز فساد هم صورت میگیره. این آزار که وقتی ما میبینم واقعا هم جای شرم است. و آقای پسرلی، آنچه که شما هم یادآوری کردین، چند پیش آقای رئیس جمهور گفت که کشور 90% زیر فقر زندگی میکنه، در سال که اگر در نظر بگیریم از سال 2014 38% بود، به همین منوالی بیشتر شده رفت. امسال در سال 2020 90% مردم زیر فقر زندگی میکنن. اما آنچه که آقای رئیس جمهور در کامپاین های انتخاباتی خود گفت که ما به دسترخوان مردم نان میاریم، پس چرا اینا نتونستن؟ بیشتر ضعف در چی هست؟ 90% بیشترین ارقامی است که اینا یادآوری کردن. رئیس جمهور در زمان کمپین هر چیزی که گفته فعلا مخالف همان چیزی که گفته بود روان هست. مثلا گفت که
حکومت های موازی را ادارات موازی را ما ختم میکنم. شما ببینین که در جریان این حکومت ادارات موازی خیلی زیاد شد. ما وزارت کار امور شمایی داریم، اداره شما ببینین استاد اداری و خدمات ملکی را جور کردن که بخشای کار را پیش میبرن. خیلی قسم هست وزارت کار چرا بودجه داره و مصرف میکنه، اگر وزارت کار فعالیت داره و پیش میره خوب پیش میره، چرا اداره مستقل اصلاحات اداری با میان آمد، چرا در چوکات این وزارت کار نمیکنه؟ یک بخش کار بود و کار از پیش یا گرفتن. اما خصوص بخش های مختلف دیگری هست که من فقط یک مثال زدم که ادارات خیلی موازی جور کردن، وزارت خانه ها را بیخی سبک دوش کردن، وظایفشان را گرفتن و با ادارات مستقل سپردن. اما قسم در بخش فساد میم، گو با فساد مبارزه میکنیم، فساد را از بین میبریم، تحمل فساد نداریم. شما ببینید فساد نسبت به گذشته فعلا خیلی بساط بالا قرار داره. یک کمیته جور شد، یک کمیسیون جور کردن، گفتن که با فساد مبارزه میکنیم. وقتی کمیته و کمیسیون هم دیدیم فعالیتشان ناکام بود، بعد وقتا صورت نگرفت. گفت امنیت را تامین میکنیم، با ناامنی مبارزه میکنیم. وقتی دیدیم ببینید که اوضاع امنیتی به بدترین وضعیت خود رسیده، یکی خب جنگ با مخالفین هست، او یک طرف قضیه است. وضعیت اجتماعی، جنگ اجتماعی در کابل، فساد، شما ببینید که چه قسم دزدی ها صورت میگیره، اختطاف صورت میگیره، درج قاچاق صورت میگیره. این هم موضوعات امنیتی است که باید حکومت توجه کنه که تا بالی توجه به دگونی درستی صورت نگرفته. اما قسم موضوعات اجتماعی را اگر ما شما ببینید سیستم ترافیک ما جور نشده، سیستم شهری ما جور نشده، کانالیزاسیون صورت نگرفته. و از موضوعات اقتصادی را اگر ما شما بحث کنیم ببینیم پروژه بزرگی را که گفتن مانند تاپی کاسایگزار که تطبیق میشه تطبیق نشده، سیستم مترو را گفت تطبیق میکنیم تطبیق نشده، راهای حلقوی را گفت میسازیم سرکای حلقوی را میسازیم ساخته نشده، گفتن که از موقعیت استراتژیک افغانستان استفاده میکنیم، افغانستان به کشور وصل باید تبدیل شوه که فعلا بدبختانه نقطه وصل نیست، ما نقطه فصل هستیم. در این بخش کار صورت نگرفته، ما هنوز هم با همسایه خود مشکلات داریم، در واردات و صادرات مشکلات داریم، در برادر مشکلات داریم. گفت با فساد مبارزه میکنیم، سیستم های گمرکی را بهتر میسازیم که تا مردم و اشخاص باید دیگه فساد نکنن، پول نگیرن، و آدم رو کده گمرکات باید فساد صورت نگیره. ولی بعد وقتان شما میبینید که در این بخشان فساد صورت میگیره. گفتن که از منابع داخلی افغانستان مشخصا از معدن افغانستان استفاده میکنیم، معدن را با پای استاد میکنیم که از این طریق ما بتانیم اما با مشکلات خود را حل کنیم. شما میبینید که وقتی شان آمدن یک قرارداد معدن هم داده نشده به سکتور خصوصی، همون قسم موضوع معدن همون قسم مانده، مثل آینه هنه عجیگک، همه قسم پروژه های بزرگی دیگر که باید ما تطبیق میکردیم که حکومت تعهد کرده بود و همه قسم مانده تعهد صورت نگرفته. بخشای زراعتی را گفتن که سردخانه ها میسازیم، سردخانه ها صورت جور نشده، گفت فابریکات را ایجاد میکنیم، تولید افزایش میدهیم، بخش تولید ما روز به روز کم شده میره. مشکل برق را گفت حل میکنیم، ما باید برق خود را داشته باشیم، برق تولیدی را داشته باشیم. تقریبا 8 سال میشه که ما تا روز نتانستیم از باد خود، از آفتاب خود و از آب خود استفاده کنیم و برق را تولید کنیم. همین اکنون مردم در کابل برق ندارن، با مشکلات خیلی جدی روبرو هستن. صنعتکارای ما مشکل دارن، کسایی که در بخش تکنولوژی کار میکنن، در بخش آنلاین کار میکنن، خیلی ناامید هستن از حکومت که مشکلات برق حل نکردن. بخشای اینترنت بود، گفت اینترنت خیلی ارزان میکنم، موضوع سیم کارت ها بود که مشکل رو گفت حل میکنیم. این کارا رو که ما میبینم ولی بدبختانه یک شم حل نشده، این همش تاثیر رو داره. ولی وقتی که رفورم و اصلاحات با میان نمیاید و مشکلات ادامه داشته میباشه، طبعا که مردم و از حکومت ناامید میشوند و مردم بیکار هم میشوند. با اصلاحات، با آمدن اصلاحات ظرفیت سازی میشه، با مردم جای کار ایجاد میشه. شما فکر ببینید که تنها هم کسایی که فساد میکنن، ارزش فساد افغانستان فکر کنید که 2 میلیارد دلار هست، ولی همین 2 میلیارد سبب شده که ماهانه 20 الی 25 میلیارد دلار را بگیرد. همین 2 میلیارد هست اگر مثلا دیل کردن، میگه بیا شما سرمایه گذاری کنین، ولی اکثر مردم اصلا دیل نمیکنن. هر کسی که بخواد بیای سرمایه گذاری کنه در بخش زراعت، معدن و بخش های مختلف، درجه اما بخش های فساد آنقدر قوی است که
یا سهم باید بشون بتن و یا هم باید سرمایه گذاری نکنن. این وضعیتی که ما میبینیم، این وضعیت ناگوار رو میبینیم، طبعا ناامیدی زیاد میشه، فقر و بیچارگی زیاد میشه. خب نظرتون در رابطه با طرح دسترخوان ملی هم می داشته باشیم، این طرح که از طرف آقای رئیس جمهور برنامه ریزی شده چقدر می تانه که مفید باشه به خاطر کاهش فقر در کشور؟ ما در کاروبار یک اصطلاح داریم، میگن که ماهی خوردن بر ما یاد نتی، ماهی گرفتن یاد بده که ما چطور بتانیم ماهی بگیریم. رئیس جمهور وقتی طرح دسترخوان را پیش کرد، ما به حیث یک جوان، ما به تمام مانا مخالف همین کار هستم. دو دلیل دارم. دلیل اولی است که حکومت ها بالای اذهان مردم کار میکنه تا مردم ما، جوانان ما بسیار با عزت بزرگ شوند، با وطن دوست، وطن را دوست داشته باشند، یک غیرت و غرور داشته باشند، وطن خود نفروشند و خیرات نخورند. این خودش شما ببینید که بزرگ حکومت کوشش داره که مردم ما را در این بخش آموخته کنه، بیان کمک کنه، مجبور نگاه کرده. این خودش خلاف به حکومت داری خوب هست. یک دلیل. دلیل دومی است که دسترخوان ملی خیلی کار موقتی هست، مردم ما با کارهای دائمی و با ثبات نیاز داره. همین پول را که حکومت داری باش مصرف کرد، من میگم که همین پول را میگرفت، همین دشتای افغانستان که هست، همه مردم هم میگفت که بیاین همین دشتای حکومتی هست، ما تا حال استفاده کرده ندانستیم، به شما هم ندادیم، بیاین شما از استفاده کنین، ما با شما چا میکنم، زمینه آب را مهیا میسازم، شما بیاین این زمین ها را بکارین، کشت کنین و یک سال بعد شما حاصلش رو بگیرین، تا پنج سال الی ده سال هر چقدر که میکارین، کشت میکنین، حاصل دارین، شما نفش به شما، ما شما نی مالیه میگیریم، نی سهم میگیریم، هیچ چیز نمیگیریم، شما از زمین ها استفاده کنین. سیستم سیلو را فعال میکرد. اینی راهی بود که ما میتونستیم مردم خود را هم مصروف و کار کنیم و همچنان مردم ما میدونست که به دست خود به خود نفقه پیدا کنن. ما تا چی وقت احتیاج مردم باشیم، محتاج مردم باشیم، تا چی وقت خیرات خور باشیم؟ ای ارمان ما نیست، ارمان جوانای ما نیست، ای غیرت هم نیست، ای عزت هم نیست، هیچ زندگی نیست که ما همیشه به خیرات بزرگ شدیم. خداوند همه چیز بر ما داده، ولی بازم بدبختانه با آدم، با اساس آدم و مدیریت خوب و حکمت ما خیرات خور ساخته شدیم. فلیاز داری باش، ما مخالف دسترخوان ملی هستم. درست. آقای پسرلی، وزارت مالیه گفته که پول برنامه دسترخوان ملی از 280 میلیون دلار از کسوی بانک جهانی تمویل میشه. اگر قرار شود این برنامه تطبیق شود، چقدر مدیریتش درست خواهد بود و چقدر این برنامه آنچه که اونا یادآوری میکردن شفاف خواهد بود؟ ما از توضیح نان خوش یک چیز آموختیم که در افغانستان ما فکر میکردیم قبلا که اگر در سطح بالا فساد صورت میگیره، ولی به سطح پایین وقتی که چیزهای به نام ملت میآید واضح میباشه، یک چیزی بسیار کم هم بود، دیگه فساد صورت نخواهد گرفت. ولی دیدیم که دو هم فساد صورت گرفت. ما دوستان را میشناسم، اشخاص بسیار غریبه میشناسم، میگم این نان کامنا نان خوش کامادی چی شد؟ ما خوی چیزی نرسید. این چهار طرف که فقیر هستن، کسایی که نیازمند هستن، بدبختانه باشن نرسید. دیگه این وقت او وضعیت ما میبینیم، بازی طرفی دسترخوان ملی را میبینیم، ما مطمئن هستم که در بخش مدیریت مشکلات زیاد وجود خواهد داشت. یک، دوم، با اشخاصی که واقعا مستحق است نخواهد رسید. پس بین مالک و ولسوال و شاروال و اشخاصی که هستن، بین این اشخاص تقسیم خواهد شد و خیشخوری صورت خواهد گرفت و به مردم که واقعا هم نیاز دارن نخواهد رسید. ما به این یک فکر هستم. درست. آقای پسرلی، اینجا وزارت مالیه گفته که به خاطر تطبیق این برنامه دسترخوان ملی راهکارهای وجود داره، یعنی راهکارهای اینا در نظر گرفتن که میتونه نتیجه مثبت باشه. از نظر شما کدام راهکارها خواهد بود؟ آنچه که اونا یادآوری کردن؟ ما مطمئن هستم تا بال روشن نکردن این راهکار باید روشن شود که ببینیم ما قضاوت کنیم،
ما به حیث ناظر که از فعالیت های حکومت نظارت میکنیم و همچنان پارلمان و گروپ های دیگه منتظر همی طرح هستند که باید ببینیم که این طرحش چی است. واقعا اگر طرحشون فوق العاده باشه، خوب باشه، در آنجا فساد نباشه، به مردم برسه، حداقل که حیف میشه از بین برده میشه، به مردم غریب برسه، باز ما خوش هستیم. ولی طرحشون ما باید ببینیم در کل، ما در کل این طرحی که طرح دستورخانه ملی ساخته شده ما مخالف هستیم. ما دیگه نمیتونیم که یک چیزی به مقسم که تیار خورا مختار شدیم، اما تو باید بزرگ شویم، اما تو نسلای آینده ما هم تیار خورا مختار شود و این ذهن بیچارگی فقر در ذهنشان باشه، همی فکر برشان بتیم. این یک جفاز به نسلای فیلی و نسلای آینده. ولی بازم طرحشان ما باید ببینیم که چی هست. ممکن همی باشه که در این طرف فساد صورت نمیگیره، ایره به مردم واقعا هم که نیاز دارن میرسانه، این تیل چیزها را شاید بگوین، ولی ما مطمئن نیستم که یک طرح جامعی و مکمل باشد. درست. آقای پسرلیل، از گذشته ها از هر بخش در نظر بگیریم، بخش امنیت، اقتصاد، همینطور موارد دیگره، بیشتر ضعف در مدیریت بوده، مشکلات هم در بخش مدیریت وجود داشته. چرا تلاش نمیشه که یک مدیریت درست تنظیم شود؟ ضعف اصلا پیش از مدیریت یک بخش دیگه است که در آنجا هم وجود داره. ضعف در اراده قوی در حکومت افغانستان هست. یعنی وقتی که شما اراده قوی داشته باشین که یک مشکل را حل میسازین، مبارزه میکنین، باز بدون شک میتونین رو مدیریت هم کنین. حالا ما در میج افغانستان بزرگ شدیم و مسئولین ما، بزرگای ما، کسایی که بالای ما فعلا حکومت میکنن، این حکومت دارا، ما فکر میکنم که خوب میدانن که چطوری مشکلات را حل کنن، ولی اراده وجود نداره که تصمیم بگیرن یا الله کنن بخیزن این مشکلات را حل کنن. مثلا مشکلاتی هست که هیچ به طالب و مخالفین ما نیاز نداریم، ولی او رد میخوره به خود حکومت. شما می سیستم ترافیک که ببینین در کابل که با کدام وضعیت هست. وقتی شما به طرف کوتی سنگی میاین، نمی وضعیت ببینین که چقدر بالای سرک بیروبار هست، کراچی در کجا هست، اردو در کجا، پلیس در کجا استاد می باشه، ترافیک در کجا استاد می باشه، ترک از سهم خدا می گیره. اما قسم که شما به طرف اطراف کابل برین ببینین، این چیزهایی است که میشه که حکومت دیر کنترل کنه، مدیریت کنه، ولی اگر اراده وجود داشته باشه. وقتی ما این چنین وضعیت میبینم، من فکر میکنم که برای اصلاحات اراده دقیق وجود نداره. اگر اراده دقیق وجود داشته باشه، حکومت میتونه در بعضی بخشا که صلاحیت داره، مسئولیت هم داره و میتونه که بسیار بسانی مشکلات حل کنه، اقدام کنه، ولی اقدام تا نو صورت نگرفته. درست. آقای پسرلیل، آنچه که شما هم یادآوری کردین، ما یک کشور زراعتی هستیم، منابع داریم، معادن داریم، چرا نمیتونیم که استفاده درست از این منابع داشته باشیم؟ آیا فکر میکنین تنها همین اراده که شما یادآوری که اراده قوی که باید داشته باشه حکومت نداره، یا مسائل دیگر هم است؟ یکی موضوعی نبود اراده قوی هست. دوم، بدبختانه هر کسی که با حکومت آمده، ما دو نوع تجارت داریم. یکی تجارت اموال است که ما میکنیم، تجارت میکنیم، کاروبار داریم، خرید و فروش داریم، خدمات و چیزها را داریم. دوم، بزنس یا کاروبار سیاسی هست یا تجارت سیاسی هست که بیشتر پول داره. فعلا هر کسی که با حکومت میایه به می فکر هستن که چطور میدانن خود را، موقف خود را نگاه کنن و همچنان پول به دست بیارن، قدرت به دست بیارن. فعلا مردمی که در حکومت هستن، اشخاصی که در حکومت هستن، تجارت و کاروبار سیاسی را خیلی بالاتر میدانن نسبت به کاروبار تجارتی حقیقی که ما داریم. هر کسی که با حکومت آمده گفته اگر هر پروژه تطبیق میشه باید ما سهم داشته باشم، اگر هر برنامه میایه باید وجه ما سهم داشته باشم، و این همه باید به امضای ما صورت بگیره، به مخاطر است که تاوالی کار صورت نگرفته. بخش مادر شما مثال زدن، خیلی خوب گفتین. شما برین ببینین، تحقیق کنین که در 7 سال 8 سالی که حکومت وحدت ملی آمده، بعد از زمان کرزی است که کدام قراردادی وجود داشت، کدام کاروبار وجود داشت، ما استخراج معدن داشتیم، به حکومت پول میدادن، شرکت های خوب وجود داشت، و همه شرکت های خیلی نامه شدن، پول خود از افغانستان کشیدن، کار نمیکنن. دلیلش همی بود که در 8 سال به سکتور خصوصی افغانستان یک قرارداد هم داده نشده و شرایط هم سخت ساختن،
که تا با آسانی هر کس نتونه برای قرارداد بگیره. از طرف دیگر طالب و مخالف و دیگه و دیگه و دیگه واز اونها به گونه غیر قانونی قاچاق معدن استخراج میکنن و بدون پروسسی را به پاکستان و بعضی کشورهای دیگه صادر میکنن. این خودش یک وضعیت بحرانی را به میان آورده. این از دست حکومتی کار شده. بخش زراعت شما یادآور شدین، ما در بخش های زراعتی میتونیم که خیلی بالا بریم. ما اکثر جوانا را میشناسم، بزرگا را میشناسم، میگن که اگر حکومت همین جایی که فعلا هیچ استفاده نمیکنن، کوه از کوه، کوه از مگزی استفاده نمیشه، این را بر ما بتن. ما در کوه طرم خود دارم، از این کوه استفاده میکنم، در جمع پارک جور میکنم، در جمع مثلا باغ جور میکنم، میواجات در کشت میکنم، از این ما استفاده میکنم. ولی میبینیم که کوه هم رشد داده نمیشه. اگر دشت است که بیش 50 سال بگم 50,000 سال است که از او استفاده نشده، او دشت این نفر میخواد که استفاده کنه، یک فارم جور کنه، فارم مرغداری جور کنه، فارم ماهیگیری جور کنه، فارم مالداری جور کنه، ولی داده نمیشه. یا به من به هدف تولید و محصولات زراعتی میخواین استفاده کنن، به داده نمیشه. اگر پیشنهاد میکنه میره 6 ماه 7 ماه 1 سال باید بگرده و پایین بالا. اینی ورق پرانی را که من میبینم، این عدم مدیریت و این مشکلاتی که من میبینم، باز من خیلی به آینده افغانستان امیدوار نیستم بدبختانه، و این مشکلات را باید حکومت حل کنه. ما به حیث یک جوان از حکومت خواهش میکنم که اگه این مشکل حل شوه، ما به حکومت گارانتی میتونم، تضمین میتونم که ممکن شما یک وقت پشت کارمند بگردین که بیاین در دولت کار کنین، کسی پیدا نخواهد که به دولت بیای کار کنه. همه مردم ما میتونن کاروبار خود داشته باشن. مردم ما ذاتن در تجارت، در کاروبار شخصی یا مخته هستن، میخواین که کاروبار خود داشته باشن، کم باشه ولی خوب باشه، با عزت باشه، با اختیار خودشان باشه، میتونن کارا را پیش ببرن که فعلا در این بخش حکومت کمکاری کرده است. درست. آقای پسرلی، با آمدن ویروس کرونا کشور چقدر بر فقر نزدیک شد؟ چنانچه که آقای رئیس جمهور هم یادآوری کردند که 90% ما زیر فقر زندگی میکنیم. بعد از ختم این ویروس چقدر وضعیت از این هم کرده بدتر خواهد شد؟ چون مردم بیشتر در با آمدن همین ویروس مردم بیشترشان بیکار شدند. کرونا یک بحران خیلی جدی بود که در تمام دنیا مشکلات ایجاد کرد. ولی باید بگویم که دیگه کشورها مدیریت کردن، اوضاع داخلی خود را مدیریت کردن، کرونا را مدیریت کردن، زندگی مردم خود را مدیریت کردن، با مردم خود همکاری کردن. به مو دلیل است که دیگه کشورها هم فقر با سطحی که در افغانستان بالا رفته با دیگه کشورها بالا نرفته. هند خیلی زیاد نفوذ داره، از ما که بسیار زیاد نفوذ داره، چین خیلی زیاد نفوذ داره، ولی وقت آن هستن که کنترل کنن، مدیریت کنن. در افغانستان بدبختانه این مدیریت نشد، مشکلات بیشتر شد. فعلا که ما در وضعیت بسیار بد قرار داریم، 90% ما در زیر فقر قرار داریم، این یک خبر خیلی بد است. و ما فکر نمی کنم که دوباره مردم بتونن یک بار ساده شون با این مشکل مبارزه کنن. یعنی این به شکل وی نیست که وی است خراب شد پس زود بتونیم بالا بریم. این دیگه با گونی تدریجی باید دوباره ما با پای استاد شویم، چون مردم ما زیاد پول نداشتن، همون پولی که داشتن ذخیره زیاد نداشتن، اما قرض ذخیره کرده بودن که یک ماه دو ماه بتونن خود را فامیل خود را پیش ببرن. ولی وقتی که اوضاع بیشتر خرابتر شد، مجبور شدن کاروبار خود رها کنن، لوازم خود به قیمت ارزان بفروشن و بتونن به فامیل خود روزی پیدا کنن. حال دیگر در جستجوی امی هستن که باید در کدام جای کار کنن یا کسی باشن قرضه بده تا این مردم دوباره به پای خود استاد شوند. اگر حکومت مشکل قرضه را حل کنه، اگر بتونه با سکتور خصوصی در بخش اهدای قرضه با تکتانه بسیار کم یا بدون تکتانه کمک کنه، باز ما امیدوار هستم که ممکن این وضعیت به گونه درستی و با سرعت خوب تغییر کند. و اگر قسم نباشه، ما امیدوار نیستم که تا 3 سال 4 سال یا 5 سال آینده ما بتونیم به پای خود استاد شویم. درست. آقای پسرلی، مسئله طرح برنامه دسترخوان ملی را حکومت بسیار امیدوار کننده میدانه. اگر قرار شود این برنامه تطبیق شود، کدام راهکار باید در نظر گرفته شود که مثل برنامه گندم یا نان خشک این مسئله صورت نگیره یا سوء استفاده نشه؟ ما در اینجا هیچ نقطه امیدوار کننده را نمی بینم. امیدواری هیچ وجود نداره. ما به تمام منا خلاف مخالف همی دسترخوان ملی هستم.
ما نمیخوایم که مردم خیرات خورا مخته شوند، تایر خورا مخته شوند، زحمت باید بکشیم، کار کنیم شب روز، دیگه برام بنام ما دیگه خیرات جام نشه. ما دو تمام ما مخالف می هستم چی باشه که واسه طرح جور شوه که در روز باز فساد صورت نگیره. ما مخالف ای هستم که مستقیم بخش به شکل دسترخان ملی کمک شوه، مخالف ای هستم. ولی اگر همین پول رو بگیرن با مردم قسم کمک کنن که این مردم بتانن هم کاربار خود شروع کنن، هم با پیستا شون، هم پیش برن با مردم جای کار ایجاد شوه، باز ما موافق هستم. یعنی امید سارخان ملی بیخی از بین بره، همین کمک ها رو بگیرن در بخش همین زمین های زراعتی که داریم، با مردم هم کاری کنن، کمک کنن. اگر با سکتور خصوصی داده نمیشه، مردم ها بگوین بیان شما با شکل اجاره بیان پیش برین، یا همین تو مفت بگیرین کار رو کنین و ما با شما کمک میکنیم تا از زمین های زراعتی استفاده کنیم. یک چیز بسیار باثبات میشه، حکومت میتونه که در آینده نزدیک و دور از این روان بسیار استفاده خوب کنه، وضعیت اقتصادی ما خوبتر میشه، از منابع داخلی افغانستان حداقل ما یک اندازه میتونیم استفاده کنیم. بله تشکر، سلامت باشین. دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است. تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 13% کاهش یافته است که این گزارش یونما نشر کرده. بعد از یک گزارش دوباره برمیگردیم و بیشتر روی موضوع بحث می داشته باشیم. جنگ افغانستان همچنان یکی از مرگبارترین جنگ های جهان برای افراد ملکی باقی مانده است. با آنکه تلفات غیر نظامیان از سال 2009 تا کنون نوسان های متفاوتی داشته است، اما آمار کشته شدگان و زخمیان افراد ملکی در 3 سال پسین قرار زیر است. در سال 2018 آمار کشته شدگان افراد ملکی 1729 و آمار زخمیان 3476 تن. در سال 2019 آمار کشته شدگان افراد ملکی 1422 و آمار زخمیان 2551 تن و در 6 ماه نخست سال جاری میلادی آمار کشته شدگان افراد ملکی 1282 و آمار زخمیان 2176 تن می رسد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام طرفین جنگ خواستار احترام گذاشتن به حقوق بشر دوستانه بین المللی و مراعات کردن حقوق بشر دوستانه بین المللی. در این گزارش همچنان آمده است که در آمار تلفات افراد ملکی از سوی طالبان و نیروهای امنیتی افغان هیچ کاهشی به میان نیامده است و این دو گروه همچنان مسئول اکثریت تلفات افراد ملکی در جریان نبردها شناخته شدند. در این گزارش درصدی بیشتر تلفات ملکی به طالبان و نیروهای افغان نسبت داده شده است که از این میان طالبان 43%، نیروهای امنیتی افغان 23%، داعش 9%، مرتکبین شلیک های متقابل 14%، عناصر نامشخص مخالف دولت 6% و بقیه گروه ها هم با درصدی های مختلف در تلفات غیر نظامیان سهم داشتند. از اثر حملات تروریستی طالبان در ولایات مختلف که مجموعاً 1175 حمله تروریستی را انجام دادند، به 471 تن از هموطنان ملکی ما تلفات وارد شده. تلفات افراد ملکی که به نیروهای امنیتی افغان نسبت داده شده 9% افزایش یافته است. این افزایش بیشتر به دلیل حمله های هوایی و استفاده از شلیک های غیر مستقیم در جریان درگیری های زمینی بوده است. در کنار این سازمان ناتو هم در تویتر دوام خشونت ها از سوی طالبان را به ضرر گفتگوهای صلح گفته و از این گروه خواسته است تا خشونت ها را متوقف کند. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای رحیم الله سیرت زدران، آگاه روابط بین الملل، از هلند با ما وصل هستند. آقای زدران سلام، وقت شما بخیر، بسیار زود خوش آمدین به برنامه. آنچه که یونما گزارش نشر کرده گفته که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 13% کاهش یافته است، چقدر میتونه که به حقیقت نزدیک باشه؟ لومړی سلامونه تاسو او د آریانا تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته. راځم تاسو د سوال اساسي برخه که چیرته د ملکي تلفاتو دغه سلسله چې تاسو په خپل راپور کې بیان کړه
نو دی تاسو دی 2009 کال بخنه سره دی 2013 او ولسم او نو نسم کال یاد ونه وکړه زبیرته زما تقریبا 2012 کال تا دی ملکی تلفاتو یا چې ملګری ملتونه کوم راپور نشروي په دې کې زیاتره هغه مواری چې په لړ لری کلو او باندو کې صورت نیسی شاید هغه سب شویم نوی دا کوم موارد یا تعداد چې دوی ورکوي په دې کې ډیر موارد چې زه خپله د افغانستان مختلف کلو او باندو ته تللی یم چې هلته نه ملګري ملتونه وجود لري او نه د یوناما کوم غړی موجود دی په کلو او باندو کې خصوصا په جنوبي مناطقو کې. نو زه فکر کوم چې د دې نه د ملکي خلکو یا د ملکي وګړو په افغانستان کې د روانې جګړې قربانیان ډیر دي او دغه تعداد یو ټاکلی او مشخص تعداد نه دی. درست آقای زدران، آن چی که دیده میشه، یعنی گزارشی که نشر شده، اگر در نظر بگیریم در 4 ماه گذشته 600 نظامی، البته از نیروهای نظامی جان باختند و همچنان حملات گسترده طالبان، کشته شدن افراد ملکی، یعنی فکر میکنید که این گزارش هم به قطع نزدیک باشه و آنچه که ما روزانه شاهدان هستیم، گزارش هایی که نشر میشه، کشته شدن افراد ملکی، یعنی آنچه که گزارشی که نشر شده فکر میکنین به حقیقت نزدیک باشه آنچه که دیده میشه؟ گوره لکه سنگه چه ماویلی راپور چه ده شاید یو چه حقایقو تا نگدی وی مگر مکمل عمر دی تلفات پا افغانستان که گران خبره ده که منگ او تاسو لری پرتوی و ولسوالی و تلارشو حال تا روزمره تلفات وینو که چیر تا منگ لری کلو او باندو تلارشو حال تا دولت ترمنز که مو پا یادوی آمخ که ورزو که پا سنگین که یو حمله وشوه چه اگر آوانون را غرزول شوی حال تا ملکی تلپاتو یا ده هلمن کنور ولسوالوی که چه حال تا ده دولت حضور نشته ده حال تا ملکی تلپات شتا پا جنوب که پا نورو لره پرتوسیمو که تلپات شتا خب بدبختانه بدبختانه دی ایغی امار ورکول گران خبر دن. نو زه داویم چې دغه راپور یو څه حقیقت ته نږدې دی خو په هغه مکمل ملکي تلفات چې په افغانستان کې صورت نیسي او کیږي دی ایغی لیکل او نشرول به گران خبره وي ځکه چې هلته د ملګرو ملتونو حضور نشته او نه افغان دولت هلته حضور لري او جګړه چې ده په ایغی سیمو کې ډېره توده ده. درست آقای زدران، بر بنیادی گزارش دلیل اصلی کاهش تلفات غیر نظامیان، کاهش در عملیات نیروهای بین المللی و همچنان حمله های داعش گفتند و از تلفات افراد ملکی از سوی طالبان و نیروهای امنیتی افغان هیچ یادآوری نشده. گوره د ملګرو ملتونو هغه اساسي اصول ده چې موږ او تاسو وګورو دلته د دوی مسئولیت یا د جنیوا د کنوینسیون هغه کړنلارو او اصولو ته چې موږ او تاسو وګورو د دوی اصلي منشا او هدف چې دی د ملکي وګړو په تلفاتو باندې راڅرخي. ملګري ملتونه یا د ملګري ملتونو ځانګړي استازی چې په کابل کې ناست دی چې یوناما نومیږي هغوی د هغوی اصلي انګیزه او هغه اصلي برخه یې د ملکي وګړو د حفاظت او ساتنه ده. نو په دې خاطر باندې دغه راپور چې تر ډېره بریده د ملکي تلفاتو پر مسیر باندې راڅرخي ځکه چې ملکي وګړي جګړه هر جګړه که موږ او تاسو د نړۍ هر جګړه وڅېړو هلته دوه لوري موجود دي د دواړو لورو تلفات موجود دي خو اصلي اساسي برخه یې هغه وګړي دي چې په جګړه کې برخه نه اخلي. نو په دې خاطر باندې د یوناما راپور چې دی مشخصا د ملکي وګړو په تلفاتو باندې راڅرخي. درست آقای زدران، حال دیده میشه که ما در جریان روند پروسه صلح قرار داریم. اگر از نظر شما این پروسه بتانه یک نتیجه مثبت بده، آنچه که طالبان هم یادآوری کردن در صورتی که شروطشان قبول شود قرار است که بعد از عید قربان یک گفتگوی بین الافغانی آغاز شود، اگر قرار شود که این پروسه یک نتیجه خوب بده، گفتگوی بین الافغانی آغاز شود، چقدر میتونه که در آمار در این آمار کاهش پیدا کنه و تلفات هم که چنانچه روز به روز دیده میشه که این تلفات بیشتر شده میره، این هم کاهش پیدا کنه و نگرانی هایی که وجود داره از بین بره؟ یو خبر باید تاکید وکړو. تاسو مخکې ویلی چې ملګری ملتونه وایي چې د داعش او د خارجي ځواکونو په وتلو کې په دې خاطر باندې د ملکي تلفاتو په تعداد کې کموالی راغلی.
زما په ان باندې کومنګ او تاسو بیا ته د 1200 کلونو تلاش شو د ملکی په تلفاتو په عامارو کې یا تعداد کې کمواله راغله ده دغه دی ملکی تلفاتو په کمواله کې د راتګ د یو کزیره د زمونږ د ملت لپاره خو بدبختانه د بیګونا وګړو وژنه او یا زخمی کېدنه د زمونږ لپاره د ملت لپاره دردونکې خبره ده رازم د سولې مراحل ته کتا سمنګ او تاسو فکر وکړو تر پروسه کال پورې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کوم تړون موجود نه وو طالبان یو تروریستي ډله په نړیوالو امور کې پیژندل کېدل نه د تروریستانو دغه کار دی چې هغه ته ملکی او نظامی په یو جغرافیه کې هغه د ملکی او د نظامیانو پروا نه لري زما په ان باندې طالب د جګړې یو برخه یو لویه برخه ده د افغانستان د روان بحران دغه شل کلن بحران فکر کوم که دوی د سولې میز ته راځي د افغانستان د روان بحران او د ملکی تلفاتو په وژنه کې به لوی کمښت رامنځته شي درست اگر این روند این پروسه یک نتیجه خوب نتا چقدر میتونه که آقای زدران نگران کننده باشه و این گونه حملاتی که این گونه حملات افزایش پیدا کنه بدبختانه دغه خبره باید وکړو که چیرته خدای نخواسته دغه د سولې روانې نړیوالې هڅې او سیمه ییزې هڅې کومه مثبته نتیجه ورنه کړي نو زمونږ د افغانستان د وګړو تر ډېره بریده مالی اجتماعي او ټولنیزه تکیه په نړیواله ټولنه باندې ده خصوصا په امریکا باندې نو امریکا هم په وتو ده دوی د طالبانو سره ژمنه کړې ده که چیرته دغه ژمنه ماتیږي امریکا هم باید په سیمه کې خپلې طرحې او پلانونه بدل کړي او دغه به زموږ د وګړو زموږ د ولس او د افغانستان د جغرافیې دپاره یو بد خبر وي بله تشکر سلامت باشین آقای زدران ممنون از حضورتان در برنامه سلامت و سپرب مسپارم دوباره خوش آمدید. تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 13% کاهش یافته است. نماینده سازمان ملل در افغانستان در گزارش تازه‌اش از ثبت آمار تلفات بیش از 3400 فرد ملکی خبر می‌دهد که بر بنیاد این گزارش دلیل اصلی کاهش تلفات غیر نظامیان در کشور کاهش در عملیات نیروهای بین‌المللی و حمله‌های داعش گفته شده است. با این هم در این گزارش آمده است که هیچ کاهش در تلفات افراد ملکی از سوی طالبان و نیروهای امنیتی افغان به میان نیامده است. جنگ افغانستان همچنان یکی از مرگبارترین جنگ های جهان برای افراد ملکی باقی مانده است. با آنکه تلفات غیر نظامیان از سال 2009 تا کنون نوسان های متفاوتی داشته است اما آمار کشته شدگان و زخمیان افراد ملکی در 3 سال پسین قرار زیر است. در سال 2018 آمار کشته شدگان افراد ملکی 1729 و آمار زخمیان 3476 تن. در سال 2019 آمار کشته شدگان افراد ملکی 1422 و آمار زخمیان 2551 تن و در 6 ماه نخست سال جاری میلادی آمار کشته شدگان افراد ملکی 1282 و آمار زخمیان 2176 تن میرسد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام طرفین جنگ خواستار احترام گذاشتن به حقوق بشر دوستانه بین المللی و مراعات کردن حقوق بشر دوستانه بین المللی در این گزارش همچنان آمده است که در آمار تلفات افراد ملکی از سوی طالبان و نیروهای امنیتی افغان هیچ کاهشی به میان نیامده است و این دو گروه همچنان مسئول اکثریت تلفات افراد ملکی در جریان نبردها شناخته شدند. در این گزارش درصدی بیشتر تلفات ملکی به طالبان و نیروهای افغان نسبت داده شده است که از این میان طالبان 43%، نیروهای امنیتی افغان 23%، داعش 9%، مرتکبین شلیک های متقابل 14%، عناصر نامشخص مخالف دولت 6% و بقیه گروه ها هم با درصدی های مختلف در تلفات غیر نظامیان سهم داشتند. از اثر حملات تروریستی طالبان، در ولایات مختلف که مجموعاً 1175 حمله تروریستی را انجام دادند به 471 تن از هموطنان ملکی ما تلفات وارد شده
تلفات افراد ملکی که به نیروهای امنیتی افغان نسبت داده شده 9% افزایش یافته است. این افزایش بیشتر به دلیل حمله های هوایی و استفاده از شلیک های غیر مستقیم در جریان درگیری های زمینی بوده است. در کنار این، سازمان ناتو هم در تویتر دوام خشونت ها از سوی طالبان را به ضرر گفتگوهای صلح گفته و از این گروه خواسته است تا خشونت ها را متوقف کند. در همین حال فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو از بلند بودن سطح خشونت ها در کشور نگرانی می کند. اسکات میلر می گوید که تا زمانی که سطح خشونت ها رو به افزایش است، غیر نظامیان قربانیان اصلیان است و تاکید می کند که برای یک صلح پایدار نیاز به توقف جنگ و خشونت هست. در همین حال رئیس ستاد ارتش ملی کشور می گوید که عامل بیشتر تلفات غیر نظامیان در کشور طالبان است. ارتش وظیفه دارد تا از جان و مال مردم دفاع کند. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در واکنش به نشر گزارش یوناما در مورد تلفات غیر نظامیان میگوید که سطح خشونت در افغانستان بسیار بلند است و تاکید میکند که قربانی اصلی افزایش خشونت ها غیر نظامیانند و برای تامین صلح پایدار در افغانستان نیاز است تا خشونت ها متوقف شود. خشونت ها نهایت زیاد شده. گزارش سازمان ملل یا یوناما از بالا بودن تلفات غیر نظامیان حکایت می کند. زمانی که گراف خشونت ها بالا می رود، غیر نظامیان قربانی می شوند. خشونت ها باید کاهش پیدا کند. ضرورت به کاهش خشونت است که فرصت برای صلح و آغاز مذاکرات مساعد شود. رئیس ستاد ارتش ملی نیز می گوید که نظامیان افغان تمام تلاششان را به خرج می دهند تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. به گفته وی، حامل بیشتر تلفات غیر نظامیان در افغانستان طالبان مسلح است و نیروهای نظامی به ویژه ارتش مکلف است تا از جان مال مردم دفاع کند. ما میبینیم که طالبان همدن مردم ما را به شهادت میرسانند و ما نهادهای امنیتی افغانستان، نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان وظیفه دارند تا از مردم افغانستان دفاع کنند و روی از این ملحوظ برای طالبان جواب دندان شکن بدن. آقای زیا می افزد که نهادهای مسئول باید تلفات غیر نظامیان را به گونه جدی مورد بررسی قرار داده و عاملان اصلی آن را معرفی کنند. هر تلفات ملکی را باید دقیق ما بررسی کنیم، تحقیق کنیم و بالاخره نتیجه شد با مردم افغانستان شریک کنیم تا فهمیده شود که مقصر اصلی کی است و تا زمانی که اینا خشونت ادامه بدن، ما انشالله که به خاطر دفاع از مردم خود در برابر از اینا استاد هستیم. ارتش میگوید که طالبان مسلط در بسیاری جاها غیر نظامیان را به عنوان سپر استفاده می کند. ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان هشدار می دهد که اگر نیروهای خارجی بر بنیاد توافق دوحه افغانستان را ترک نکنند، این گروه تصامیم لازم را خواهد گرفت. این مقام طالبان تاکید می کند که آنان به فکر انحصار قدرت نیستند و به باور او باید هرچه زودتر زندانیان این گروه رها و گفتگوهای صلح آغاز شود. در همین حال حکومت افغانستان از آمادگی ها برای آغاز گفتگوهای صلح سخن می زند و می گوید که طالبان باید در نخواست دست از خشونت بردارند. نزدیک به 5 ماه پس از توافق صلح میان آمریکا و طالبان، اکنون معاون سیاسی گروه طالبان روند عملی شدن توافقنامه صلح را مثبت می‌داند. ملا عبدالغنی برادر ما هشدار می‌دهد که اگر نیروهای خارجی در زمان مشخصی افغانستان را ترک نگویند، در آن صورت تصمیم‌های لازم را خواهند گرفت. این مقام بلندپایه طالبان آزادسازی 5000 زندانیشان را پیش شرط آغاز گفتگوهای میان افغانها می داند. صلح را ما آرزو داریم که در او صلح آرزو آرمان ملت بزرگ افغانستان تعریف شده باشه. با جانب مقابل ما ممیست که زمینه خوبه باید از دست ندن، اشتباه تاریخی که کردن تکرار نکنن. ملا برادر میگوید که این گروه به فکر انحصار قدرت نیست، اما باید نظام فراگیر اسلامی در افغانستان برپا شود. اینجا هم شرکت کنندگان در مراسم سالیاد حمله بر دفتر روند سبز پیام‌های به طالبان دارند. طالبان او ده جنایت مستند کلی او محاکمه ده معرفی کلی. تمام جریان ها زیر پرچم دولت در برابر لشکر جهل طالب بلند شده و از دولت می خواهم تا عاملان قضیه بر دفتر مرکزی رسا را معرفی نماید. آنچه گفتگوهای میان افغانها را به تأخیر انداخته، اختلاف بر سر رهایی زندانیان است. زندانیان ما که از طرف رهبری ما برایشان گفته شده که در خانه هایشان بانند
وارد خانه‌هایشان بودن، سرشان حملات درون کردن و حملات نابهنگام کردن و وارد توقیف کردن، حتی برایشان کمین گرفتن. 80-90 درصد رها شد و ای که 200-500 مانده، امیدوار هستیم که هم خلاص شود و آغاز مذاکرات بین افغانی شروع شود. در اوج افزایش خشونت ها و اختلاف ها، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز دور تازه از سفرهایش را به خاطر کاهش خشونت ها، آزادی زندانیان و آمادگی ها برای آغاز گفتگوهای میان افغان ها به افغانستان، قطر، پاکستان، نروژ و بلغاریا آغاز کرده است. دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است. تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 13% کاهش یافته است. جزئیات بیشتر هم در گزارش بیننده باشین. دوباره برمیگردیم. جنگ افغانستان همچنان یکی از مرگبارترین جنگ های جهان برای افراد ملکی باقی مانده است. با آنکه تلفات غیر نظامیان از سال 2009 تا کنون نوسان های متفاوتی داشته است، اما آمار کشته شدگان و زخمیان افراد ملکی در 3 سال پسین قرار زیر است. در سال 2018 آمار کشته شدگان افراد ملکی 1729 و آمار زخمیان 3476 تن. در سال 2019 آمار کشته شدگان افراد ملکی 1422 و آمار زخمیان 2551 تن و در 6 ماه نخست سال جاری میلادی آمار کشته شدگان افراد ملکی 1282 و آمار زخمیان 2176 تن میرسد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام طرفین جنگ خواستار احترام گذاشتن به حقوق بشر دوستانه بین المللی و مراعات کردن حقوق بشر دوستانه بین المللی. در این گزارش همچنان آمده است که در آمار تلفات افراد ملکی از سوی طالبان و نیروهای امنیتی افغان هیچ کاهشی به میان نیامده است و این دو گروه همچنان مسئول اکثریت تلفات افراد ملکی در جریان نبردها شناخته شدند. در این گزارش درصدی بیشتر تلفات ملکی به طالبان و نیروهای افغان نسبت داده شده است که از این میان طالبان 43%، نیروهای امنیتی افغان 23%، داعش 9%، مرتکبین شلیک های متقابل 14%، عناصر نامشخص مخالف دولت 6% و بقیه گروه ها هم با درصدی های مختلف در تلفات غیر نظامیان سهم داشتند. از اثر حملات تروریستی طالبان در ولایات مختلف که مجموعاً 1175 حمله تروریستی را انجام دادند، به 471 تن از هموطنان ملکی ما تلفات وارد شده. تلفات افراد ملکی که به نیروهای امنیتی افغان نسبت داده شدند 9% افزایش یافته است. این افزایش بیشتر به دلیل حمله های هوایی و استفاده از شلیک های غیر مستقیم در جریان درگیری های زمینی بوده است. در کنار این، سازمان ناتو هم در تویتر دوام خشونت ها از سوی طالبان را به ضرر گفتگوهای صلح گفته و از این گروه خواسته است تا خشونت ها را متوقف کند. در همین حال فرمانده ماموریت حمایت قاطی ناتو از بلند بودن سطح خشونت ها در کشور نگرانی می کند. اسکات میلر می گوید که تا زمانی که سطح خشونت ها رو به افزایش از غیر نظامیان قربانی اصلیانند و تاکید می کند که برای یک صلح پایدار نیاز به توقف جنگ و خشونت هست. در همین حال رئیس ستاد ارتش ملی کشور می گوید که عامل بیشتر تلفات غیر نظامیان در کشور طالبان است و ارتش وظیفه دارد تا از جان و مال مردم دفاع کند. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در واکنش به نشر گزارش یوناما در مورد تلفات غیر نظامیان میگوید که سطح خشونت در افغانستان بسیار بلند است و تاکید میکند که قربانی اصلی افزایش خشونت ها غیر نظامیانند و برای تامین صلح پایدار در افغانستان نیاز است تا خشونت ها متوقف شود. خشونت ها نهایت زیاد شده. گزارش سازمان ملل یا یونما از بالا بودن تلفات غیر نظامیان حکایت می کند. زمانی که گراف خشونت ها بالا می رود، غیر نظامیان قربانی می شوند. خشونت ها باید کاهش پیدا کند. ضرورت به کاهش خشونت است که فرصت برای صلح و آغاز مذاکرات مساعد شود. رئیس ستاد ارتش ملی نیز می گوید که نظامیان افغان تمام تلاششان را به خرج می دهند
تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. به گفته وی حامل بیشتر تلفات غیر نظامیان در افغانستان طالبان مسلح است و نیروهای نظامی به ویژه ارتش مکلف است تا از جان مال مردم دفاع کند. ما میبینیم که طالبان همدن مردم ما را به شهادت میرسانند و ما نهادهای امنیتی افغانستان، نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان وظیفه دارند تا از مردم افغانستان دفاع کنند و روی از این ملحوظ بر طالبان جواب دندان شکن بدن. آقای زیا می افزد که نهادهای مسئول باید تلفات غیر نظامیان را به گونه جدی مورد بررسی قرار داده و عاملان اصلی آن را معرفی کنند. هر تلفات ملکی را باید دقیق ما بررسی کنیم، تحقیق کنیم و بالاخره نتیجهش با مردم افغانستان شریک کنیم تا فهمیده شود که مقصر اصلی کی است و تا زمانی که اینا خشونت ادامه بدن ما انشالله که به خاطر دفاع از مردم خود در برابر از اینا استاد هستیم. ارتش میگوید که طالبان مسلط در بسیاری جاها غیر نظامیان را به عنوان سپر استفاده می کند. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای ابوذر خپلواک زازی، آگاه روابط بین الملل. آقای زازی سلام، وقت شما بخیر. نظر شما را در رابطه با این موضوع گزارش که یونما نشر کرده گفته که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 13% کاهش یافته، چقدر میتونه که به حقیقت نزدیک باشه این گزارش؟ بلومری سر که سلامونه اونی که هلی وړاندې کوم تاسو ته او د برنامه ټوله لیدونکو ته. متاسفانه موږ وینو چې هر کال داسې گزارشونه نشر کیږي د یو شمیر داخلي او نړیوال سازمانونو لخوا چې د ملکی تلفاتو کچه یا ټیټه شوې ده یا لوړه شوې ده. خو په حقیقت کې که چیرې ووینو دغه کچه د هر کال لوړیږي، متاسفانه هیڅکله دا مدیریت نشوه چې دا ټیټه شي. یو لوی لامل دا ده چې متاسفانه ښکیل خواوې که چیرې هغه طالبان دي که د افغانستان حکومت دی، هیڅکله دې مسلې ته پاملرنه نه ده کړې. که چیرې موږ په دې سیمه کې جګړه کوو ممکن دلته ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وارده شي. نو دواړو خواوې دلته تحلل او سهلنګاري کړې او دا موضوع جدي نه ده نیولی. دا هم د دې سبب شوی دی چې تلفات لوړ وي او هیڅکله ټیټ نه دي. او اوس هم که چیرې کوم سازمان یا یونما کوم گزارش نشر کوي چې دغه تلفات بو ټیټ وي په تناسب د نورو کالو، نو دا به د منلو وړ نه وي، ځکه چې د افغانستان په کچه په ټولو ولایاتو کې پرته د یو ولایت چې هغه پنجشیر د جګړه روانه ده، او دغه جګړه د هر ولایت په اکثریت ولسوالیو کې په اکثریت سیمو کې روانه ده. په دې د جګړې په بهیر کې ملکي کارسانو ته مرګ ژوبله واردېږي. متاسفانه کومه جګړه چې روانه ده او ملکیان چې پکې قرباني کیږي، نو دغه تلفات هم ولس ورکوي. د هیڅ رهبر، د هیڅ چارواکي یا سیاسون خپل د فامیل غړی د لاسه نه ورکوي په دې جګړه کې. نو د دې لپاره دومره د دې جګړې ته اهمیت نه ورکوي. که چیرې عام ولس ته هم مرګ ژوبله واردېږي نو دوی ته دومره د اهمیت وړ نه ده. خو متاسفانه په ډېر تاسف وایم دغه تحلل او سهلنګاري چې دی، خاصتا په اوسني شرایط کې د حاکم نظام نه کوي او د حاکم نظام وایي چې موږ د ولس د ارادې تمثیل کوو، دا د دې سبب شوی دی چې د ولس او د حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد شي او ولس د حکومت څخه کرکه په زړه کې ولري. په اوسني شرایط کې وینو لویه بېلګه یې ټاکنې دي چې تقریبا 2 میلیونه لږ خلکو په ټاکنو کې ګډون وکړ، ځکه چې هغوی په حکومت باندې اعتبار نه لري او حکومت چې کومې ژمنې ورسره کړې وې دا هم چې دی ترسره نه کړلې او ولس ته ونه شو توانېدی چې صحیح خدمات وړاندې کړي. نو په ټوله کې که چیرې ووینو طالبان هم په دې جګړې کې ملامت دي، ځکه چې هغوی هم دا موضوع ته ډېر پاملرنه نه کوي، د افغانستان حکومت هم نه کوي. اوس خو د بهرنیانو عملیاتونه او بمبارونه بمبار هغه درېدلی دی، خو پخوا چې دی موږ لیدل چې د بهرنیانو لخوا هم ملکیانو ته مرګ ژوبله واردېدله. نو په اوسني شرایطو کې که چیرې واقعا دغه چارواکي چې ځان د ولس خادمان ګڼي واقعا د هغوی خادم وای، نو د هغوی به د ولس د غوښتنو ته به درناوی کړی وی او هغه شی مواردو باندې به ډېر تمرکز کړی وی چې هغې کې د ولس ګټه ده، چې هغه عبارت د صلح نه ده. نو موږ وینو چې هره ورځ د حکومت دریز تند کیږي، همان نرمیږي نه. د دې ښکارندویي کوي چې د ولس
وینه د ولس قربانی دغه ته هیڅ اهمیت نه لري. نو دا وضعیت د اندخنې وړ دی. مونږ تل پر رسنیو کې دا مسایل مو یاد کړی دي چې حکومت ولې دا ډول تحلل او سهلنګاري کوي. متاسفانه حکومت یوازې په دې باندې بوخت دی چې څنګه کولی شي چې خپل نږدې کسان چې هر څوک دی په چارواکو کې هغه یو په کلیدي پوز باندې وګماري. نو بناهن ولس ورڅخه سخت خفه دی. ولس کته که چیرې مراجعه وکړو ولس د دې وضعیت څخه ځورېږي، تل خپل غږ یې اوچت کړی دی. خو متاسفانه کوم چارواکي چې په هر کې دي او په کابل کې دي هېڅکله د ولس غږ یې نه دی اورېدلی دی او ولس هره ورځ قرباني ورکوي. ولس د هېواد د بقا لپاره، د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره، د ملي ګټو ساتلو لپاره قرباني ته چمتو و او چمتو دی او چمتو به وي. خو هغه کسان چې د هغوی په سرنوشت باندې لوبې کوي متاسفانه هغوی هېڅکله د ولس قربانیو ته اهمیت نه دی ورکړی او دا د اندېښنې وړ دی. او تلفات، د ملکي تلفات متاسفانه د هر ورځې په تېرېدو سره، د هر کال په تېرېدو سره زیات شوی دی او کم شوی نه دی. درست آقای زازای، بر بنیاد ای گزارش دلیل اصلی کاهش تلفات غیر نظامیان در کشور کاهش در عملیات نیروهای بین المللی و همچنان حمله های داعش گفتند. یعنی فکر میکنین آنچه که گزارش که یونما نشر کرده واقعا یعنی از طرف گروه داعش فعالیتشان کم بوده، حمله هایشان کم بوده و همچنان از طرف نیروهای بین المللی که باعث از این شده که در شش ماه نخست نسبت به سال گذشته 13% کاهش نشان بده؟ زاخل غوړم چې خبر ته اشاره ولرم چې تقریبا یو گزارش ما سور دوران مطالعه کړو دغه موضوع پر رسانیو کې هم یادش ولا. یوازې د جوزا میاشتې په وی و نه کې 1202 بیرودونه د مخالفینو لخوا یا داس ویل شو چې د طالبان لخوا د افغانستان په پاوز باندې شوې دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دا کومه جګړه چې روانه ده دقیقا چې د ملي پاوز پوستې کمربندونه په هغه سیمو کې دي چې هلته ولس هم ژوند کوي. دغه جګړه چې کله پیلېږي یا امنیتي ځواکونه کله چې طالبان ورباندې بریدونه کوي او د هغوی دفاعي حالت غوره کوي، په مقابل کې د هغوی هم ډزونه کوي، په دې کې هیڅ امکان نه لري چې یا د طالبانو لخوا یا د افغان ځواکونو لخوا ملکي کسانو ته مرجو بله وارده نه شي. ملکي کسانو ته مرجو بله وارده شوې ده. دغه صحیح ده چې بهرنیانو بمبار بند شوی دی او عملیاتونه نه لري د شپې لخوا. نو هم آدم یو حرف ده خو قناعت نه کوي. زه خپله په ملي پاوز کې پات شوی یم، په حیث یو شینون کوي چې په ملي پاوز کې ما کالونه دنده ترسره کړی. کوم ارقام چې رسانه وزه شریکیږي ده ارقام تل کاذب و او حقایق نه ډېر لري دي. کوم تلفات چې خودل کېږي دینه د ولس تلفات لوړ و، د ملکي پوځیانو تلفات لوړ و، خو د دې لپاره چې پوځیان خپل روحیه د لاسه ورنه کړي یا ولس په اندېښنه کې نه شي، دا تل ارقام ټیټ ښودلي دي. نو په دې اساس زه په دې موضوع باندې ټینګار کوم چې ډېر حقایق، ډېرې پېښې چې دی هغه پټ ساتل کېږي، هغه نه رسانیزه شریکېږي او نه چې دی ولس سره. نو په دې اساس تلفات لوړ دي. دښمن یا طالب ته داسې ویل شو چې طالب خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. کله چې په یوې اونۍ کې 1202 بریدونه کېږي نو تاسې دې نه کولی شئ چې دا موضوع تحلیل کړئ او وارزوئ چې په دې کې به د ملکي کسانو به څومره مرګ ژوبله وي او د ملي پوځ سرتیرو مرګ ژوبله به په کومه کچه وي. خو حکومت د دې لپاره دغه مسایل تل کتمان کوي چې تر څو پورې ولس په اندېښنه کې نه شي او نیوکې په حکومت باندې زیات نه شي. او بل دا چې به نړیواله ټولنه خاصتا یونما، مونږ هم یونما سره د نږدې نه کار کړی دی. کله چې مونږ په امنیتي سکتور کې دنده ترسره کوله هغوی ته هغه راپورونه ورسره شریکېږي چې امنیتي څانګې ورسره شریکېږي. او امنیتي څانګې هغه راپورونه ورسره نه شریکوي چې هغه د حکومت په زیان وي یا حکومت باندې نیوکې زیات کړي یا په د کوم چارواکو چې متاسفانه هیڅ مسلکي نه دي تر څو پورې په دې باندې نیوکه وشي چې دغه ډول غیر مسلکي کسانو ګمارل د دې سبب شوی دی چې دغه ارقام یا د دښمن د بریدونو او یا د ملکي
مرک جوبلی لوبرشی نو پدې اساس د کټمون کېږي او یونما سره هم هغه راپورونه شریکيږي چې حکومت ګټه پکوي او امنیتي سکتور چې کله مهنګي غونډه تر سره کوي یونما سره نو ډېر مسایل وسره شریکوي خو کوم ارقام چې هغه تر راځي یونما به دغه پر اساس ویلي یو تحلیل وړاندې کړی دی چې دغه مسایل د دې سبب شوی دي خو په حقیقت کې متاسفانه هر ورځ ولس قرباني ورکوي ولس سوله غواړي او یو شمیر دلته ګړی چې خپله ګډه په سولې کې نه ویني هغوی د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي او غواړي چې دا جګړه روانه وي نو وضعیت د اندېښنې وړ ده متاسفانه نه د سیاسونو هغه مخلص سیاسون تحلیلګران حتی زما په شمول تل موږ دغه چیغه وهو چې د وضعیت کې فساد زیات شو اختلاس زیات شو غاصبي نور هم پیاوړي شول قاتلین نړیوال مجرمین محکمه نشول او دغه وضعیت باید پای مومی او باید سوله وشي خو متاسفانه چې هغه کوم چارواکي چې په هر کې دي یا په کابل کې میشتي هغوی د مسایل ته هیڅ اهمیت نه ورکوي ځکه چې ټول واک د هغوی سره دی او یو شمېر بهرني هیوادونو ملاتړ هم لري نو په دې اساس موږ چیغې وهو خپل درد د ولس درد د رسانی ول طریقه شریکو تل خو دغه مسایل ته هیڅ اهمیت نه ورکول کیږي کوم کسان چې په نوم د پزلو وینان په دې حکومت کې دي متاسفانه موږ وینو چې څه نو وړي کورونه تر سره کړل او تر سره کوي نو په ټوله کې کشیره بي وینو ولس واقعا د دې وضعیت څخه ډیر پتنګ شوی دی د حکومت د نوم څخه پتنګ شوی دی د حاکم نظام نه پتنګ شوی دی خو حاکم نظام کې کوم کسان چې د هغه د مسایلو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي ځکه چې هغوی وایي چې اوس په اوسني شرایطو کې موږ دغه واک زموږ په لاس کې دی د دې مواردو تر څنګ د بهرنیانو خاصتا د امریکا او د ناټو ملاتړ هم ځان سره لرو نو هڅه کوي چې دا وضعیت په دې شکل وغځېږي تر څو پر دغوی منافع تامین شي او یو شمېر کسان چې از نظر شما افزایش خشونت ها و همچنان افزایش حملات طالبان چقدر میتونه که البته قربانی اصلی غیر نظامیان باشه زیو خبره غواړم چې د نظامی لهړخه وکړم چې حکومت په هغه ځایو کې خاصه امنیتی سکتور پوسټه افرازی یا چک پوینټونه چې هلته دولت امنیت خوندوي د دې مواردو تر څنګ کوم کسان چې په ملي امنیتي سکتور کې کار کوي یا د حکومت په چوکاټ کې کار کوي هغوی ټول خو په کابل کې ژوند نه کوي دغوی کې داسې کسان شته چې په لرو پردو سیمو کې په ولسوالیو کې په کلیو کې ژوند کوي نو د اصل دا ده چې حداقل یو نسبي امنیت تامین کړي نو هلته چې دغوی کومې پوستې لري یا کومې قرارګاګان لري دغوی شاوخوا کې د عامه خلکو کورونه هم دي کله چې طالبان ورباندې برید کوي دغوی نو هغه منطق هم د اجابهي چې باید دفاعي حالت غوره کړي نو دفاعي حالت کې چې کوم ډزونه کېږي دې کې موږ تل لیدلې دي دې نه موږ مشاهده کړي دي موږ د دې سانې شاهد وو چې دې کې د ملکیانو ته مرجوب لوارد شوی دی متاسفانه طالبان هم د دغه مسلې نه د سپر په صفت ګټ اخلي پوهیږي چې د حکومت لخوا به انداخت یا ډزونه به موږ باندې وشي کچیره برید کوو او کچیره د کلي نه دا کوو یا د کلي د نږدې شاوخوا د سیمو نه موږ دغه برید ترسره کوو په یو قرارګاه او یا په کومې پوستې باندې په هغه شرایطو کې چې د حکومت ډزونه به وکړي خو په ډېر شدت نشي کوی چې ثقیله وسیله وکاروي نو دغه په متقابل انداخت کې ملکیان ته مرګ جوبله ورېده کیږي په دې کې پړه په دواړو ښکېلو خواوونه باندې الویږي دواړه خواوې ملامت دي متاسفانه د ولس څخه په ډېر خوشحالي باید ویم چې د سپر په حیث ګټه اخیستل شوې ده اخیستل کیږي نو داسې یو لار چې په هغه کې د عام ولس ژوند خوندي وي تر دې دمه په د شلو کالو په بهیر کې خاصتا اوسني شرایطو کې چې یو کس په نوم د عبدالله محب راغلی د امنیت شورا رئیس دی او په امنیتي برخه کې هیڅ معلومات نه لري او داسې یو کس و چې پخوا ډیپلومات و او په یو بلې برخه کې چې نه د سیاسي علومو نه نظامي ولته زده کړې کړي دي نو داسې کسانو شتون په حکومت کې په نظام کې نو دا د ولس په ګټه نه ده او نشي کولی چې دغه حالت مدیریت کړي او داسې کسان موږ لرو چې د وزارت د امنیتي وزارت وزیر دی چې هغه رشته کمپیوټر ساینس و یو څو کاله مشاور یو بعضې پوستو کې پاس شوی دی په امنیتي برخه کې راغلی دی د یو امنیتي اداره مسئول شوی دی نو کله چې په رهبری کې داسې ضعیف کسان شتون ولري دقیقا چې ولس ته به مرجوب لواردېږي او ولس به د دې وضعیت څخه کړېږي
ولس قربانی ورکوي ولس چغه وهي چې سوله راولې تر څو پر سوله چرانه شي نه مو خود کفا کېدای شو نه عدالت راتلی شي نه امنیت راتلی شي او نه د بهرني د استخباراتي کړي او مخالفینو پر وړاندې مبارزه کوي شو نو ولی هغه کسان چې په مبارزه کې اگر نظرتان در رابطه به روند پروسه سال هم داشته باشیم در این گزارش هم آمده که هیچ کاهش در تلفات افراد ملکی از سوی طالبان و نیروهای امنیتی افغان به میان نیامده در صورتی که ما در روند سال قرار داریم فصل سال هست چرا طالبان حملات خود را کاهش نمیتن آنچه که توافقنامه ای که بین گروه طالبان و امریکا به امضا رسید یکی از شرایط هم همین بود که باید اینها خشونت ها را کاهش بدن حملات خود را کاهش بدن اما به اساس گزارش که یونما هم نشر شده آمده که هیچ کاهش از طرف طالبان در قسمت خشونت ها صورت نگرفته در قسمت حملات صورت نگرفته و به همین منوال از طرف نیروهای امنیتی هم یعنی در صورتی که ما در فصل سال قرار داریم چرا حملات خودنا متوقف نمی کنند تو گروه طالبان؟ اساس و پختن زواب که باید زویم چه طالبان دو سو لاملونو پر بنسرد نو گواری چه اخپل بریدونه و دروی یادی تا چه ده محدودی که ده دیل پاره ده یو خوانه چه ده جگره فصل ده کلا چه گرمی که پا ده فصل که تل طالبان و تحرکات پیل کیگی زکه چی ونشنی کیگی در پخیخ سیمه و تمساعدیگی عوام مناسبه ده نو داغوی حسه کهوی چی خپل قوت و قدرت وخیی هم در افغانستان حکومت ده هم بحرانیانو تا چی مونگا دوم از واکمن یستو بله مسئله دلتا داده چی طالبان امریکایان نور پا افغانستان که نشو کولای چی پا دغه دول شتون ولری او دا د امریکا په زیان وو نو امریکا خو داسې یو هیواد ده چې هغه هر هغه هیواد که چې دوی حضور درلودلو هغوی ته یې ګټه نه ده رسولی برعکس زیانونه یې رسولی دي بنسټونه او معنویات یې له منځه وړي دي نو په افغانستان کې هم چې په اوسني شرایط کې امریکا ته دلته د دوی په دې ډول شتون ګټه نه درلودله نو بالاخره د طالبان سره یې تړون وکړه پرته د دې چې د افغانستان حکومت چې تر پرونه پورې یعنی په ډېر قوت سره د هغې ملاتړ یې کولو چې هغوی هم باید هلته شتون درلودلی د هغوی یا د افغانستان حکومت په استاستوب څوک هلته باید وایي چې په راتلونکي کې طالبان دې ته قانع شوی وایي چې باید د افغانستان حکومت سهم ډېر په لوړه کچه باید شرایط کې نږدي او دې ته چمتو شي چې د افغانستان حکومت سره مذاکرات وکړي خو امریکانو دا کار ونه کړ یوازې ځان یې خلاص کړ ځان ته یې مسؤلیت واخیستو هغه په دې دلیل په دې شکل واخیستو چې طالبانو سره دغه په تړون کې یاده کړه چې تاسو به زموږ په ملکي او نظامي پوځیانو باندې بریدونه بنه کوئ نو هغوی طالبان ورسره ومنله په مقابل کې طالبان هم ویلي چې تاسو به هم دغه ژمنه کوئ چې تاسو به هوایي بریدونه بنه کوئ چې د شپې لخوا عملیاتونه چې دا کار وشو نو د هغوی هغه نیټه یو سل پنځلس ورځې وه چې باید په څلور ولایتو کې پنځه هډې د تضمین په ډول باید طالبان امریکان باید پرېږدي چې هغه هډې خوشې کړلې چې په پکتیکا او روزګان هلمند او لغمان کې وو نو په اوسنیو شرایطو کې طالبانو امریکانو د دې تړون څخه ګټه وکړه زیان د افغانستان ولس او دغه ناکام حکومت وکړلو چې د هغوی پوهیږي چې زیان موږ ته د دې وضعیت نه رسیږي کوم چارواک چې په حکومت کې دي نو په اوسنی شرایطو کې طالبان هڅه کوي چې ځان ته امتیازات واخلي د افغانستان حکومت په کچه که چیرې په راتلونکي کې نظام راځي باید ووایي چې موږ دومره ځواکمن وو ټول هغه سیاسون چې دوی ورسره سیاسي مخالفتونه لري پخوا ورسره په جګړه کې پاتې شوي هغوی باندې هم د ومني چې تاسو باید موږ ته دغه کوم امتیازات چې موږ غواړو تاسو باید ومنئ ځکه چې موږ ډېر ځواکمن وو او تاسو ولیدل چې موږ څومره بریدونو ته شدت ورکړ کله چې تا امریکایانو بریدونه ودر هوایي بریدونه ودرول د تړون پر اساس د دې مواردو تر څنګ غواړي چې نړیوالو ته او بهرنیانو ته هم ځان وښیي چې موږ دغه د جګړې ګټونکي یاستو او د امریکا د هوایي بمبار په نه کولو نه د نه کولو په صورت کې تاسو ګورئ چې موږ څومره ځواکمن عمل کوو په یوې اونۍ کې کله چې موږ څلور سوه دوه ویشت بریدونه کوی شو نو دې د ښکارندوی کوي چې موږ نفوذ او ځواک لرو او زمونږ ته باید زمونږ شرایط باید هم تاسو ومنئ چې کوم ترسره کړي او د افغانستان حکومت ومني
د افغانستان حکومت متاسفانه هیله مداوه چې کله چې د لوړې مراسم ترسره شو چې د کار په لومړیتوب کې به باید سوله وي، خو موږ ګورو چې کوم کسان چې په حکومت کې دي هغوی خو اولادونه په امریکا و هند و ترکیه و اروپا کې دي، هغوی خو په دې کې زیان نه کوي. دغه مسایل نه وو متاسفانه اوس په دې نه جوړېږي چې کوم وزارت ته باید څوک معرفي شي او کوم کس ته زه باید یو کس معرفي کړم چې په راتلونکي کې زما ګټې خوندي کړي او د ګټو تسلسل ته ادامه ورکړي. او د سولې مصالحې شورا چې موږ ګورو تر دې دمه متاسفانه داسې یو بې کفایته اشخاص هلته راغلي دي، او داسې کسان چې څلوېښت کاله په افغانستان ولس باندې ټپل شوي کسان هلته ځای په ځای شوي دي چې تر دې دمه هغوی ونه توانېدل چې خپل تشکیلات برابره کړي. نو کله چې یو اداره داسې یوه اداره چې هغسې د ولس ګټې هیلې تړل شوي دي هغوی نشي کولی چې په دوو درو میاشتو په بهیر کې خپل تشکیلات پوره کړي، نو څنګه دې نه تمه کولی چې په راتلونکي کې به ډېر ژر شاید په درو میاشتو یا دوه میاشتو یا پنځو میاشتو کې به افغانان ته به سوله راولي، افغانستان به د دې ناوړي حالت څخه وباسي. نو وضعیت ډېر اندېښمن دی. یوازینی کار چې پاتې دی یکی از نگرانی هایی که وجود داره، چرا همیشه منشای اصلی این چنین حملاتی که صورت میگیره یا قربانیان اصلی جنگ بیشتر غیر نظامیان میباشند؟ لوی لامل داده چه طالبان هم پچریکی کوره یو جبهی جګړه ده چې طالبان پیګه چې کچیر مونږه جبهی جګړه کوو یا ولایت ته سقوط ورکوو یا وی ولسوالیت په مقابل برید کې چې د افغانستان د حکومت له ادرسه کېږي، دغه برید کې به مونږ ډېره مرګ ژوبل به ورکوو، نو نشو کولی چې هغه سیمه وساتو. نو په دې اساس هغوی چریکي جګړه کوي. چریکي جګړه دقیقا چې هغه نشي کولی چې په ور سره کې حکومت ته پرېوځي، ملي پوځ ته ورته ووایي چې راځه جګړه سره وکړو، نو هغوی داسې سیمه نه ګټه اخلي چې هلته د خلکو کورونه وي، چې حکومت یو شمېر محدودیتونو سره وضع شي، د ملي پوځ سرتېري چې کله چې په یو پوسې یا قرارګاه باندې برید کېږي، هغوی په تقابل کې ونشي کړی چې ثقیله وسله وکاروي یا په شدت سره بریدونه وکړي، ورباندې ډزونه ورباندې وکړي تر څو پورې دښمن متفرق کړي. نو په دې اساس په دې دغه جګړه کې چې دی مرجوبله ولسي وګړو ته واردېږي. د بلې خوا په یو شمېر سیمو کې متاسفانه یو شمېر کسان چې ګمارل شوي دي د قلوردو قماندان په صفت، لکه زه به یو مثال وایم، د مزار قماندان د قلوردو عصمت الله علیزی، زه شاهد وم، زه په کورنۍ او چارو وزارت کې برحال سی منصب وم چې دا د اکاډمۍ نه فارغ شولو. ماشوم ملکی دی د سن پر اساس دا باید اوس لومړی سران یا تورن وایو، هغه تورن جنرال دی. داسې یو کس چې د کابل د دروازو نه نیوتلی، هغه د یو داسې یو قول اردو چې د تقریبا د شمالي صفاتو د نه ولایتو د اردو ملي قمانده په لاس کې ولري، او هغه هیڅکله معاربه د نږدې نه نیولی دلی، په هغه نه په خریطې باندې پوه نه شي، په اساس وضعیت باندې پوه نه شي، د جګړه ییز ماحول نه ولی دلی. څنګه کولی شي چې دا جګړه مدیریت کړي او د دې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي؟ په ټوله کې موږ وینو حکومت مطلقا ضعیف عمل کوي، مطلقا حکومت مسلکي عمل نه کوي، د ولس په ګټه نه روانه ده. دا د اندېښنې سبب دی. یوازنی لار پاتې کېږي دې ته چې ولس راویښ شي، خپل حق حقوق وغواړي، خپل واقعي مشران چې د هغوی په منځ کې د هغوی باندې باور وکړي، هغوی پر مخ کې د مدني حرکاتو له طریقه د حکومت د طالبان د بحرینیانو څخه خپل حقوق وغواړي، او د وضعیت د پای ټکی کېږدي. که چیرې دې وضعیت د پای ټکی کېنږدي، زه په اطمینان وایم چې کومې فساد او غلې چې روانې دي، زمونږ راتلونکي پنځه نسلونه به هم پوروړي به وي، هغوی به قرضداره وي. نو متاسفانه ولس تر کومه پورې ولس تر څو پورې خپل حق حقوق ونه غواړي، دغه جرأت ونه کړي، د قربانۍ ته چمتو نه شي، د خپل حقوقو غوښتلو دپاره چمتو نه شي، نو دا خو داسې کومه موجوده اسلام وایي، پروردګار عالم وایي، تر څو پورې چې یو ولس یو ملت د خپل د راتلونکي د بدلون اراده ونه کړي، نو په دې کې به څوک څه کوی شي؟ پروردګار عالم خو وایي چې تاسو اراده وکړئ، تاسو اقدام وکړئ چې تاسو وضعیت بدل شي. نو په ټوله کې ولس هم از نظر شما افزایش البته بی توجهی نهادهای امنیتی چقدر میتونه که سبب افزایش چنین حملات شوه و همچنان جان باختن غیر نظامیان؟ اکنون هم وقفه، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. برنامه آغاز روز هم ادامه داره. دوباره خوش آمدید.
ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان هشدار می‌دهد که اگر نیروهای خارجی بر بنیاد توافق دوحه افغانستان را ترک نکنند، این گروه تصمیم لازم را خواهد گرفت. این مقام طالبان تاکید می‌کند که آنان به فکر انحصار قدرت نیستند و با باور او باید هرچه زودتر زندانیان این گروه رها و گفتگوهای صلح آغاز شود. در همین حال حکومت افغانستان از آمادگی‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح سخن می‌زند و می‌گوید که طالبان باید در نخست دست از خشونت بردارند. نزدیک به 5 ماه پس از توافق صلح میان آمریکا و طالبان، اکنون معاون سیاسی گروه طالبان روند عملی شدن توافقنامه صلح را مثبت می‌داند. ملا عبدالغنی برادر اما هشدار می‌دهد که اگر نیروهای خارجی در زمان مشخصی افغانستان را ترک نگویند، در آن صورت تصمیم‌های لازم را خواهند گرفت. این مقام بلندپایه طالبان آزادسازی 5000 زندانیشان را پیش شرط آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها می‌داند. صلح را ما آرزو داریم که در او صلح آرزو آرمان ملت بزرگ افغانستان تعریف شده باشه. با جانب مقابل ما ممیز که زمینه خوبه باید از دست ندن، اشتباه تاریخی که کردن تکرار نکنه. ملا برادر میگوید که این گروه به فکر انحصار قدرت نیست، اما باید نظام فراگیر اسلامی در افغانستان برپا شود. اینجا هم شرکت کنندگان در مراسم سالیاد حمله بر دفتر روند سبز پیام‌های به طالبان دارند. طالبان او در جنایت مستند کلی و محاکمه در معرفی کلی. تمام جریان‌ها زیر پرچم دولت در برابر لشکر جهل طالب بلند شده و از دولت می خواهم تا عاملان قضیه بر دفتر مرکزی رسا را معرفی نماید. آنچه گفتگوهای میان افغانها را به تأخیر انداخته، اختلاف بر سر رهایی زندانیان است. زندانیان ما که از طرف رهبری ما برایشان گفته شده که در خانه هایشان بانن و در خانه هایشان بودن، سرشان حملات درون کردن و حملات نابهنگام کردن و وارا توقیف کردن، حتی برایشان کمین گرفتن. 80-90 فیصد رها شد و ای که 200-500 مانده، امیدوار هستیم که هم خلاص شود و آغاز مذاکرات بین الافغانی شروع شود. در اوج افزایش خشونت ها و اختلاف ها، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیست دور تازه از سفرهایش را به خاطر کاهش خشونت ها، آزادی زندانیان و آمادگی ها برای آغاز گفتگوهای میان افغان ها به افغانستان، قطر، پاکستان، ناروی و بلغاریا آغاز کرده است. شرکت برق افغانستان از کاهش برق وارداتی تاجیکستان خبر می‌دهد. این شرکت می‌گوید که به دلیل کمبود آب در کشور تاجیکستان از روز دوشنبه 350 میگاوات برق وارداتی تاجیکستان به 40 میگا کاهش یافته است. سخنگوی این اداره می‌افزاید که در یک گفتگوی عاجل با کشور ازبکستان 200 میگاوات برق را تامین کرده و قرار است به زودی 200 میگاوات برق دیگر نیز تامین شود. اما آگاهان می‌گویند که حکومت باید از ظرفیت‌های داخلی کشور مانند استفاده از گاز طبیعی در تولید برق که شرکت بیاد پاور آن را راه اندازی کرده است سرمایه گذاری و استفاده کند. بسیاری ها انتقاد دارند که سویچ برق افغانستان در دست کشورهای همسایه است که این مسئله امروز به واقعیت مبدل شده است. شرکت برق کشور میگوید که 350 میگاوات برق وارداتی تاجیکستان به کشور به دلیل کمبود آب در آن کشور به 40 میگاوات برق کاهش یافته است. هرچند آنان در گفتگو با جانب ازبکستان 200 میگاوات را تامین کرده و در صدد تامین 200 میگاوات برق دیگر نیز هستند. تامر جانب ازبکستان صحبت های سریع را انجام بتن و اکنون که ما صحبت میکنیم ما تانستیم که از جانب ازبکستان 200 میگاوات برق به کابل بگیریم و برق کابل تامین بسازیم. فعلا ما از منابع داخلی و منبع وارداتی 300 میگاوات برق فعلا داریم و انقریب و کوشش ما به است که تا عصر و یا هم تا فردا و یا به زودترین فرصت ممکنه ما بتوانیم که 200 میگاوات برق دیگر هم از جانب ازبکستان تامین بسازیم. در این میان آگاهان اقتصادی میگویند که حکومت باید به تولید انرژی از منابع طبیعی مانند گاز به گونه پروژه نیروگاه گازی بیاد پاور توجه بیشتر کند. به گفته آنان گاز افغانستان نیاز به سرمایه‌گذاری دارد تا مواد سوخت لازم را برای تولید برق آماده کند. اگر بالای سکتور انرژی برق کار صورت می گرفت
افغانستان داره اقتصاد خوبتر میشد. ما از کشور وارداتی و کشور صادراتی انرژی مبدل میشدیم. آرزومند هستم که مانند بیاد گروپ که جازجان از چراغان ساخته، ما بتانیم تاجرای ما، سرمایه‌گذارای ما در سکتور انرژی سرمایه‌گذاری کنند. رهبری حکومت تقاضامند هستیم که با مشکلات مردم بپردازند و با کشور دیگه قرارداد کنند و در راست مدت ما شاهد افتتاح بندها باشیم، شاهد افتتاح برق سولاری باشیم و دومین کشور آفتابی دنیا هستیم و بتانند از این ظرفیت ها استفاده بکنند تا که لااقل کمک کاسته باشند از مشکلات مردم افغانستان. به گفته آگان، استفاده از گاز طبیعی در تولید انرژی که در حال حاضر از سوی بیات پاور راه اندازی شده و نخستین نیروگاه گازی تولید برق در افغانستان است که در حال حاضر 40 مگاوات برق تولید میکند و در نظر داره تان را در آینده گسترش داد، باعث میشود تا در تولید و پرداخت هزینه آن کمک بیشتر کند. برای نخستین بار بعد از کنفرانس بن، برق بانک مرکزی کشور برای چند ساعت قطع و کمره‌های امنیتی این نهاد خاموش شده است. نهادهای ناظر در کشور میگویند که مسئولان بانک مرکزی باید در این مورد به مردم جزئیات دهند. اعضای مجلس نمایندگان نیز میگویند که با ختم رخصتی‌های تابستانی خواهان وضاحت از سوی مسئولان بانک مرکزی در این مورد خواهند شد. مقام‌ها در بانک مرکزی این مورد را برخواسته از مشکل فنی گفته است. به تاریخ دوم سرطان یعنی یک ماه و چند روز پیش، برق بانک مرکزی کشور برای نخستین بار پس از کنفرانس بن برای 4 ساعت قطع شده و کمره های امنیتی نیز خاموش می شود. نهادهای ناظر این مسئله را پرسش برانگیز خوانده و از مسئولان بانک مرکزی می خواهند تا در این مورد معلومات دهند. موضوع قطع برق در افغانستان بانک باید به صورت سریع و بی‌طرفانه مورد ارزیابی قرار گرفته و اطلاعات لازم به موقع از طرف افغانستان بانک به ادارات دیگر دولتی با مردم شریک شود. اعضای مجلس نمایندگان نیز میگویند که این مسئله نگران کننده است و آنان پس از تعطیلی های تابستانی مجلس نمایندگان خواهان وضاحت از مسئولان خواهند شد. اندیشمن باید وسو زکه مونږ ولیدل چې داسې کارونه ولیکل، زکه رئیس جمهور خدا دغه وکړه دې ملت له وسوځاو مثلا کومک وکړه. بانک مرکزی پذیرفته است که در دوم سرطان ساعت 5:40 دقیقه شماری از کامره های امنیتی بانک خاموش می شوند. ساعت 7:10 دقیقه این مسئله با اجمل احمدی سرپرست بانک شریک ساخته می شود. ساعت 8 شب نشست عاجل در این مورد برگزار شده است که اکنون پس از بررسی هیئت مشخص شده است که خاموش شدن کامره های امنیتی یک مشکل تکنیکی و غفلت کارمندان بوده، اما به سرمایه بانک آسیب نرسیده است. گفته های اخیر ملا عبدالغنی برادر. ملا برادر میگوید که آزادی 5000 زندانی راه را برای مذاکرات باز میکند. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای نوررحمان جاذب، آگاه امور سیاسی. آقای جاذب سلام، وقت شما بخیر. نظر به گفته های ملا عبدالغنی برادر این که گفته که آزادی 5000 زندانی راه را برای مذاکرات باز میکند، چقدر میتونه که امیدوار کننده باشد؟ چنانچه حکومت به خاطر از اینکه حسن نیت نشان بده 4400 زندانی را رها ساخته، حتی بیشتر 50 از 600 زندانی 50 دیگر هم آزاد ساخته. این موضوع چقدر میتونه که امیدوار کننده باشه به خاطر آغاز گفتگوهای بین الافغانی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به شما و همکارای تکنیکی شما و به ملت غیور افغانستان از طریق شما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینین ما شما امروز میبینیم که جامعه جهانی و دنیا به این به موافقه رسیدن که در افغانستان دیگه این جنگ 40 ساله یا جنگ طولانی امریکا 20 ساله باید دیگه ختم شوه و در افغانستان باید صلح بیه. به این همگی موافقه هستن جامعه جهانی، او مملکت هایی که یا او ممالکی که در تعهداتی که وقتی با امریکا و طالبان امضا میشد، اونا من حیث ناظر من حیث شاهد در اونجا بودن و ما هم امروز مجبور شدن، دنیا هم پس رو به اونا گشتن که شما من حیث یک ناظر در اونجا بودین، بنان فیصله را کردین، تعهدات را کردین. خب به نسبت مشکلات تکنیکی، اگر آقای جاذب را در برنامه داشتیم سوالات خواهیم داشت در مورد این که
ملا عبدالغنی برادر میگه که ما هشدار داده که اگر نیروهای خارجی بر بنیاد توافق دوحه افغانستان را ترک نکنند، این گروه تصمیم لازم را خواهد گرفت. در نظر شما این تصمیم چه خواهد بود؟ اما آنچه که توافقنامه ای که بین گروه طالبان و امریکا به امضا رسید، ترامپ هم چند پیش گزارش هایی نشر شد که بر سر نیروهای خارجی از افغانستان اینها تاکید کردند که 5 پایگاهشان در افغانستان نیز تخلیه شده است. با آغاز موج دوم ویروس کرونا در ایران، روزانه بیش از 1000 مهاجر که شماری از آنان کارت اقامت ایران را نیز دارند، از آن کشور اخراج می شوند. مسئولان در وزارت مهاجران می گویند که یک بار دیگر اخراج مهاجران که در میان آنان کودکان بدون سرپرست نیز شاملند از ایران افزایش یافته است. ریاست صحت هرات می گوید که اخراج دستجمعی مهاجران از ایران را عامل شیوع مجدد ویروس کرونا در این ولایت میداند. پس از آنکه ویروس کرونا در ایران برای بار دوم افزایش یافت، کشور ایران روند اخراج دستجمعی مهاجرین افغان را از سر گرفته است. مسئولان در ریاست مهاجرین هرات میگویند زنان و کودکان بی سرپرست نیز شامل اخراج شدگانند. 181 طفل را داشتیم که اینا رد و مرز شدن، دو خانم تنها را داشتیم که رد و مرز شدن، دو فوتی را داشتیم که انتقال یافتن به افغانستان، و این روند ادامه داره و روزانه بین 800 تا 1500 از هموطنان ما از طریق مرز اسلام قلعه وارد کشور میشن. مهاجرین تازه رد مرز شده به هرات میگویند با آنکه کارت اقامت در کشور ایران را داشتند، اما از مسیر را پلیس ایران آنان را بازداشت و سپس به هرات رد مرز شدند. ما سری کار بودیم، دیگه سری کار رفته بودیم مغازه که به خاطر نان مال بگیریم، ما را از اونجا گرفت. همی گفت که اعتراض گرفت، گفت که دیگه کرونا، شما باید برگردین به افغانستان. یک بار جم پاسپورت من نگه داشت. در همین حال مسئولان ریاست صحت عامه هرات نگران آغاز موج دوم ویروس کرونا با اخراج دستجمعی مهاجران از کشور ایران هستند. ما نمیتونیم همه اونایی که ویروس حامل ویروس هستند در مرز ما تشخیص بکنیم. در سوی دیگر اعضای شورای ولایتی هرات و فعالان مدنی این اقدام ایران را نگران کننده دانسته و خانه بازنگری در اخراج مهاجرین در وضعیت کنونی می باشند. اتباع افغانستان که سالیان سال دوامدار همیشه یک عده از طریق کشور جمهوری اسلامی به عناوین مختلفی اجبارا اخراج می شد. قبلا ما و شما شاهد بر این بودیم که در ایران این ویروس سرایت زیاده پیدا کرد و ما سرازیر شدن باعث سرازیر شدن مهاجرین ما از ایران به افغانستان شد. در اوایل سال جاری پس از شناسایی ویروس کرونا در ایران، اخراج مهاجران افغان به افغانستان آغاز شد که این مسئله باعث انتقال و گسترش ویروس کرونا در افغانستان گردید. در افغانستان زندگی اجتماعی وارد مرحله طبیعی خود مانند دوران پیش از کرونا شده است. بدون مراکز تحصیلی و تعلیمی بقیه نهادهای دولتی و غیر دولتی باز شدند. اما مسئولان صحی در کشور با تایید موجودیت خطرات پابرجا از کرونا میگویند که به احتیاطی شهروندان به ویژه در شب و روزهای عید تکرار تراژدی این ویروس خواهد بود. حدود 2 ماه می شود که شمار رسمی روزانه مبتلایان ویروس کرونا در کشور کاهش چشمگیری یافته است. اما برداشتن وضع محدودیت، بی‌توجهی به فاصله گذاری اجتماعی و دید و بازدید مردم در روزهای عید قربان موزل حادی است که احتمال موج دوم ویروس کرونا را در کشور مهیا می سازد. از ماه عمل فتر دکاندارا یا در قرنطین باشه. بیادر کس در قصه کسته است. ای را مراعت نمیکنه، کل مردم این مرض گرفت. یو متر و پینزی ساعت یا یو نیم متر تا 2 متر پوری اندازه رازی باید مرض شی، او دخلو کرده د تللو را تللو نه حقا چه دیر ضروری نی باید دده وشی. رئیس صحت عامه کابل میگوید هنوز هم خطر جدی ویروس کرونا در کشور پا بر جا است و بی‌توجهی مردم نسبت به این ویروس زنگ خطر بر افزایش شیوع مجدد آن است. کرونا من حیث یک خطر بالقوه در جامعه وجود داره و هر آن اگر ما اندکی بی‌پروایی کنیم میتونه که دوباره به یک تراژدی مبدل شود. بر بنیاد آمار رسمی وزارت صحت آمد در یک شبانه روز گذشته 106 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در کشور شناسایی شده و 10 بیمار کووید 19 جان باختند. در 24 ساعت گذشته از آزمایش 471 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان
106 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 36263 رسانیده. همچنین 18 مورد بهبودی یافته و 10 مورد فوتی داشتیم. با ثبت موارد تازه، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا به 36263 تن و شمار قربانیان این ویروس به 1269 تن افزایش یافته است. سپاس از این که بیننده برنامه آغاز روز بودین. وقتتان خوش. الان نگهدارتان.